بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم الله متعال را سپاسگزار هستیم که برای من فرصت عنایت نمود تا با یکی دیگر از سلسله برنامه های قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. البته این اولین قسمت برنامه قلب آسیا در شبکه جهانی ندای حق خواهد بود و ما قبل از این برنامه قلبی آسیا را در شبکه جهانی وصال حق داشتیم. انشاءالله با همان محتوا و محاور در شبکه جهانی ندای حق برنامه قلبی آسیا را بعد از این ادامه خواهیم داد. در اولین قسمت برنامه قلبی آسیا در شبکه جهانی ندای حق بسیار خوشحال و مفتخر هستم که مهمان نهایت عزیز و گرامی را از کابل افغانستان، البته مهمان داریم اینجا در استودیو، استاد عبدالناصر امینی، کارشناس ارشد علوم اسلامی. در آغاز ما سلام های گرم خود و شما بینندگان عزیز را خدمت استاد امینی عزیز عرض نموده، ایشان را خیر مقدم میگویم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر، سلامت باشید استاد امینی عزیز که بر ما و بیننده های عزیز برنامه قلب آسیا وقت گذاشتین. بیننده های عزیز، ما از حضور استاد امینی عزیز در این دیار استفاده کردیم و از ایشان خواستیم که در مورد یک موضوع بسیار مهم و اساسی افغانستان خدمت شما عزیزان صحبتی داشته باشیم. میخواییم در مورد نقش مدارس دینی در جامعه افغانستان صحبت بکنیم. بدون شک مدارس دینی در افغانستان البته به صدها و هزارها، در هر ولایت ماده ها مدرسه داریم. این مدارس دینی البته عموماً از سوی اهالی منطقه، اهالی شهر، اهالی قریه تمویل و اکمال می شوند و مصروف نشر تعلیم دین مبین اسلام در میان فرزندان جامعه هستند. البته از وقتی که این مدارس دینی در افغانستان فعالیتشان گسترش یافته و فعالیتهایشان عامتر شده، رفتن جوانان افغان به پاکستان و ایران و آن طرف و این طرف البته نسبتاً کم شده است. البته این یک جای شکر و تقدیر هست کسانی که در این راستا زحمت میکشند و این مدارس دینی را پیش میبرند که فرزندان افغان در داخل کشور خودشان، در نزد خانواده هایشان بتانند علوم اسلامی را فرا بگیرند، بدون اینکه مشکلات غربت و مسافری را در پاکستان و ایران و غیره متحمل و متقبل شوند. ما در مورد نقش این مدارس دینی با استاد امینی عزیز صحبت خواهیم کرد. استاد امینی عزیز، میشه برای ما در ابتدا یک تعریف کوتاه از مدرسه یا مدارس دینی داشته باشید؟ هدف ما از مدرسه یا مدارس دینی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من وله. ابتداعا خدمت شما خسته نباشید عرض میکنم و همکاران عزیز شما در شبکه جهانی ندای حق که واقعا با برنامه وزینی که دارین با عنوان قلب آسیا زینت بخش خانه های تک تک مردم افغانستان بودین در این مدتی که در شبکه وصال حق بودین و انشاءالله که برنامه در شبکه جدید دوام خواهد داشت و مسئله ای را که شما مطرح کردین و موضوع امروز برنامه ما شما هست یک مسئله بسیار مهم هست. من دوست دارم قبل از اینکه به اصل مدارس و در رابطه با بحث های بیشتر مدارس پیش بریم، یک مقدمه را خدمت شما عرض بکنم که طبیعتا در هر جامعه ضرورت به تعلیم و تعلم هست بدون شک و مردم و آحاد مختلف هر جامعه نیاز دارن که به نحوی با تعلیم و تعلم سر و کار داشته باشند و فرزندان خود را و نسل جدید را از این راه تعلیم و تربیه بدهند. بدون شک. خصوصا جوامعی که اونها معتقد به یک دین باشند، معتقد به یک شریعت و آیین باشند، این ضرورت در بین اونها بیشتر خواهد بود. دقیقاً. و جامعه افغانستان یک جامعه 100% مسلمان هست.
و طبق آماری که رسمی یا غیر رسمی اعلان میکنن بیش از 99.9 اشاریه مسلمان ما داریم در جامعه افغانستان و طبیعتاً این مردم ضرورت دارن بر مبنای او تعالیم وحیانی که شده است که اولین آیات که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میشه اشاره به همین داره که اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یعنی یکی از ضرورتی ها و اولویت های بسیار بزرگ هر جامعه تعلیم و تعلم و آموختن و آموزاندن است. به همین منوال و همچنین با اشاره به او اهدافی که بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت و ما می توانیم آیه ای را که الله تبارک و تعالی می فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، ای را سرمنشأ پیدایش و رشد مدارس دینی معرفی بکنیم ای آیه را. درست. یعنی طبیعتا مجموعه از علما در یک فضای بسیار مقدس در یک فضای بسیار آماده برای تعلیم و تعلم جمع میشن و وقت خودشان را وقف میکنن برای تعلیم و تعلم برای فرزندان مسلمانان و این را میشه به عنوان مثال یک تعریف مجملی از مدارس دینی بیان کرد. درست. تشکر، سلامت باشید. این مدرسه دینی یا مدارس دینی که شما تعریفش بیان کردین که یک مجموعی از علما و اساتید در یک فضای آرام البته جمع میشوند و علوم شرعی را مدارسه میکنند، تدریس میکنند، این مدارس دینی یا مدرسه دینی گفته میشه. مناهج این مدرسه دینی چی هست؟ این مدرسه دینی چی منهج دارد در اول و سپس در کل مدارسی که در افغانستان هست دارای چی منهجی هستند؟ آیا منهجشان واحد هست یا خیر؟ اگر جداگانه است چی مناهجی هست؟ مناهج خودشان ساختن، تأسیس کردن یا از بیرون وارد شده است؟ بله. سرمنشأ مدارس طوری که علما معتقدند و عبارة از آن میکنند برگرفته از اصحاب صفه ای است که در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول به تعلیم و تعلم و مدارسه در مسجد النبی بودند. و طبیعتا با گذر زمان و تغییرات و تحولاتی که در هر جامعه پیش آمد مدارس دینی هم دستخوش همین تغییرات و تحولات شد. درست. که طبیعتا این تغییرات و تحولات یک نوع تغییرات و تحولات مثبتی بود. درست. که همونطور که در دانشگاه های دنیا و در متد های اکادمیکی که در دنیا مورد استفاده قرار میگیره تطوراتی که در بخش تعلیم و نظام تعلیمی ایجاد شده. درست. مدارس دینی هم همین چیز را داشتن، تجربه کردن. درست. بله. و ما می توانیم دو بخش را فعلا در نظر بگیریم برای نظام های تعلیمی که وجود داشت و شاید بعضا فعلا هم وجود داشته باشه. درست. یکی که به نام نظام حجره یاد میشه. درست. یعنی هر شیخی در کنار مسجدی که امامت داشته یا تدریس یک حجره ها و اتاق هایی داشته بوده. بله. که محصلین و طلاب در اونجا جمع می شدن و به نحوی از شیخ می آموختند علوم را و بالاخره خصوصا فنون و مسائل علمی را یاد می گرفتند. درست. ولیکن حالتی داشته که کاملا مغایر با یک نظام خاص، یعنی یک طالب العلم خود او با سلیقه خود و با طبق توان علمی خود کتابی را اختیار می کرده و پیش درست. شیخ می رفته و شیخ برای او تدریس می کرده. درست. به همین شیوه. و ما می توانیم بگیم که شاید بیش از 17 یا 20 سال پیش اکثریت نظامی که در افغانستان وجود داشت همین چیز در افغانستان بود. همینطور بوده. درست. نظام حجره‌ای بوده. حجره‌ای بودن. درست. بله، طبیعتا. اما با سفر برخی از فرزندان افغانستان به کشورهای همجوار مثل پاکستان، مثل ایران، مثل کشورهای دیگه مانند هند، اینها از او تغییرات و تحولاتی که در نظام مدارس دینی ایجاد شده بود رنگ و بو گرفتن و آمدن طبیعتا با تغییرات و تحولات اندکی با بومی سازی های خاصی این نظام را تحول دادند و تغییراتی در او ایجاد کردند. یک نکته اینجا بسیار مهم است که روی او باید صحبت بشه. خود نظام مدارس دینی که در شبه قاره هند رایج هست و فعالیت دارند ابتداءً که با همین سیستم حجره بوده. درست.
و طبق صحبت هایی که علما میکنن و تاریخ مدارس دینی رو بیان میکنن، اولین کسی که تغییرات و تحولات را در نظام درسی مدارس ایجاد کرد شاه ولی الله دهلوی در هندوستان بود که با سفرهایی که در دیار حرمین داشت و تعالیمی که اینجا کسب کرده بود، خصوصا در بخش علوم تفسیر و علوم حدیث، آمد و اون نظام را یک مقدار تحول بخشید در او. مثلا مضامین حدیثی را بیشتر کرد در این نظام، در این نصاب، و بخش تفسیر قرآن که کمرنگ بود او را بیشتر قوت بخشید. و ما میبینیم که امروزه تفسیر و ترجمه شاه ولی الله دهلوی یکی از آثار ماندگار و شاهکار بسیار قوی است در این مسئله. باز به مرور زمان بعد از امام شاه ولی الله دهلوی شخصیتی به نام مولانا نظام الدین سیالوی، درست، که الان نصاب مدارس را هم نصاب نظامی میگن، برگرفته از نام مولانا نظام الدین هست. بله، این آمد و این تغییرات را ایجاد کرد، درجه بندی شد، کلاس های مقرر شد که از یک نصاب مثلا از اعدادی شروع بشه، دوره مقدمات باشه، دوره سطح باشه، و در دوره خارج ای فارغ التحصیل بشه و دوره حدیث و احادیث سایسته را بخوانند. و فعلا هم در افغانستان همین نظامی که منصوب به مولانا نظام الدین هست ای بیشتر رایجه. درست، در افغانستان در مدارس و اغلبیت مدارس همین نظام را پیروی میکنن. درست، چون بیشترین مدرسینی که در این مدارس فعال هستند فارغ التحصیلان مدارسی هستند که در پاکستان به همین نظام خواندن و همچنین در کشورهای دیگه مثل ایران و پاکستان. درست، اما بومی سازی های صورت گرفته، یعنی با وجود تحولاتی که آمده و احساس کردن که دیگه ضرورت به خواندن فنون بیش از حد نیست. درست، که وقت زیادی به خواندن مثلا علوم مثل منطق و فلسفه و حکمت و این مسائل داده بشه. درست، بعضی تعدیلاتی را ایجاد کردن و ضرورت ها و او چیزهایی که نیاز جامعه است اینها را جامعه را مد نظر گرفتن. بله، اینها را در نصاب گنجاندن و یک نظامی ما فعلا داریم در اکثر مدارس افغانستان. مدت تحصیلی یک طالب العلم 10 سال است. 10 سال. 10 سال است. یعنی طوری که با نظام دانشگاهی که او را عیار کردن، مثلا در نظامی که ما در مدارس دولتی داریم، یک محصل متعلم از صنف اول تا 12 میخوانه، فارغ 12 میشه. بله. بعد جذب پانتون میشه. بله. 4 سال پانتون میخوانه، فارغ 16 و لیسانس میشه. بله. اینها هم عیناً همین معادله در نظر گرفتن. مثلا اولین کلاسی که در مدرسه دینی خصوصی آغاز میشه صنف ششم است، یعنی معادل صنف ششم که در مکتب متعلمین میخوانن. یعنی این چیز اونا در نظر میگیرن که باید یک نفر 5 سال ابتدایی مکتب باید بخونه که حداقل مقداری آشنایی با نوشتن و با خواندن و با چیزا پیدا بکنه. بعد از او باز میتونه در صنف ششم مدارس جذب بشه. درست. و از صنف 6 الی 16 همین 10 سال نصابی است که اینها ایرا دنبال میکنن و میخوانن. و صنف 16 هم که دوره حدیث است وقتی که فارغ شد طبیعتا معادل لیسانس میشه. بسیار خوب. مضامینی که در این 10 سال تدریس میشه و این مضامین چی است؟ در سالهای ابتدایی بیشتر روی مبادی تاکید میشه، مثلا مبادی زبان عربی، صرف و نحو و تا حدودی منطق. درست. و بخش تجوید، ترتیل قرآن. درست. و مثلا ترجمه قرآن کریم در حد مبسوط، نه در حد فقط ترجمه. درست. تحت لفظی و این. درست. مسائل. اما رفته رفته باز علوم اصلی و علوم عالی که معروف است، ما دو علوم داریم، یکی عالی هست یکی عالی. بله. عالی همین وسیله رو میگن مثل صرف و نحو و این چیزا. علوم عالی که است، بله، کتاب الله و سنت و این مسائل است. بعد کم کم به مرور زمان مسائل فقه دخیل میشه، اصول. درست. فقه دخیل میشه. بعد تفسیر میاد، اصول تفسیر داخل میشه، و حدیث، اصول حدیث، تا اینکه سال دوره حدیث کاملا سهای سته را همراه با چند تا کتاب حدیث دیگری که هست اینا را فرا میگیره. بسیار خوب. اینجا شما گفتین 10 سال که در مدارس دینی تدریس میشه و اینها میخوانن، بعد که فارغ میشن معادل لیسانس یا همان 16 پاس میشه. بله. یعنی این پذیرفته میشه به اعتبار دولت افغانستان مثلا که معادل 16 باشه، یا فقط خواستین درجهش مقایسه بکنین؟ بس این مسئله بیشتر به خاطر این شده که ما علاقمند این هستیم که مدارس دینی ما به معیارها برابر باشه.
یعنی یک نفری که فارغ التحصیل میشه از مدرسه دینی دوره حدیث به پایان میرسانه او بتوانه جذب دانشگاه ها بشه و طوری باشه که همین منهج خودش را برای دانشگاه بتونه معرفی بکنه تعریف بکنه که از چه سالی شروع شد و تا چه سالی به پایان رسید اما یک نکته بسیار رنجاور و یا ایره بی مهری تعریف بکنیم این است که متاسفانه با وجودی که وزارت معارف افغانستان و وزارت تحصیلات عالی شناخت دقیقی از مدارس دارن و میفهمن که ضریب علمی در مدارس افغانستان مدارس دینی خصوصی نسبت به مکاتب رسمی و نسبت به پانتون ها بسیار بالاتر است یعنی اینو بارها ما شنیدیم مسئولین معارف خصوصا در بخش تعلیمات اسلامی اقرار کردن که ما میفهمیم کسی که از مدرسه دینی خصوصی فارغ میشه نسبت به کسایی که ما فارغ میدیم از نظر صلاحیت علمی خیلی بالاست اما یعنی کسی که اینجا از 10 سال علوم دینی را در مدارس دینی میخونه صلاحیت علمی از بیشتر از کسی است که از شرایط دانشگاه فارغ میشه طبیعتا ما الان در جامعه مواجه هستیم بسیاری از محصلین شرعیات که از شرعیات فارغ میشن یا مثلا سال آخر هستند که در شرعیات مصروفن بله. برای حل بسیاری از متون خود به مدارس مراجعه میکنن به طلاب مدارس مراجعه میکنن طلاب رفع اشکال میکنن برای اونا عبارت ها رو برای اونا اصلاح میکنن میفهمن یک چیزی که بسیار واقعا عیان است اما مشکل بزرگ اینجاست که متاسفانه نمیفهمم که بر مبنای چه سیاستی که آیا خواست خود مسئولین هست یا از جایی مسئله تحمیل میشه اسناد و شهادت نامه هایی را که فارغای مدارس داخلی و خصوصی اینا دارن پذیرفته نمیشه ما یک دوگانگی عجیب اینجا مواجه هستیم با او درست. مثلا یک نفری که در پاکستان تحصیل کرده یا در ایران یا در هند با سندی که می آوره با یک امتحان بسیار سطحی و بسیار ضعیف سند او را می پذیرن و به 12 معادله می کنن به 14 معادله می کنن حتی به 16 هم بله معادله می شه اما او طالب العلمی که در فضای خود افغانستان تحصیل کرده حاصل زحمت خود مدرسین افغانی هست و همه چیزش هم مشخص است مدرسه مشخص نصاب مشخص منهج مشخص حتی سال سه مرتبه سه مرحله امتحان داده نمراتش هم مشخص درجهش مشخص لیکن اسناد رو نمیپذیره یا مثلا به عنوان مثال یک نفری از بیرون شهادت نامه میاره که من حافظ قرآن هستم پس شما اینجا دارین از چالش های این مدارس دینی با او مواجه است صحبت میکنید دقیقاً و این از جمله یه چالش هاست دقیقاً یک چالش بسیار بزرگ است که یعنی به یک نوعی ما احساس میکنیم که یک سیاستی است که میخوان طلاب و معلمین مدارس دینی را اینا را ثواب بکنن بی علاقه بکنن بی علاقه به چی بکنن بین مثلا بی علاقه بشن که یعنی آینده که من فارغ التحصیل شدم اسناد تحصیلی من ندارم آینده من چه خواهد شد لذا جوانان به سوی مدارس دینی نروند بله یا ای که چند سالی را که ابتدایی در افغانستان میخوانن خواه نخواه به خاطر به دست آوردن سند برن بیرون افغانستان به پاکستان برن به ایران برن یا به کشور دیگه برن و او ما شما میفهمیم که در او کشورهای دیگه چه چالش ها و مصیبت های دیگه که در مقابل طلاب علوم دینی وجود داره که خودش یک بحث مستقل است بله این را دولت افغانستان مد نظر نمیگیره بارها ما مراجعه کردیم به مسئولین هم و از طرفی هم نمیخوان که این جوانان افغان بروند در مدارس دینی پاکستان و غیره درس بخونن جالب است که این بسیار از اون هم هراس دارن این بسیار با یک صدای رسای اعلان میکنن که ما سیاست ما این است که از این به بعد بچه های افغان در افغانستان درس بخونن اما عملا خود اینا موانع ایجاد میکنن یعنی با وجودی که مسئولین باید بسیار خوشحال باشن یقینا شکرگزار باشن که یک تعداد از علما بدون اینکه کوچکترین هزینه بر دوش دولت باشه بله خود اینا آمدن با زحمت خود با اخلاص خود با للهیتی که دارن احساس مسئولیت و رسالتی که دارن آمدن این بار بزرگ از دوش معارف افغانستان برداشتن بله آمدن این بار بزرگ از روی دوش وزارت تحصیلات عالی افغانستان برداشتن خب باید شکرگزار می بود باید زمینه ها را برای اینا فراهم میکرد یعنی مشوقه ها را بیشتر میکرد لیکن متاسفانه عملا سنگ اندازی میکنن و نمیخوان که این مدارس رشد بکنه و اینا نقش داشته باشن آینده در افغانستان بر علاوه از این چه مشکلات یا چالش های دیگه سر راه مدارس دینی وجود داره؟ متاسفانه
در حاکمیت فعلی که در افغانستان وجود داره حرکت های از طرف بعضی افراد که بیشتر به نو اندیش دینی مشهور هستند درست کسانی که خودشان را منسوب میکنن به نو اندیشی دینی درست و به تعبیر عامیانه مردم سکولار مشرب هستند این درست. افراد درست خب اینها بسیار قدرتمند در جامعه ظاهر شدن رسانه ها را به اختیار دارن مطبوعات افغانستان را به اختیار دارن هدف کلی که اینها دارن زیر سوال بردن مقدسات اسلامی است این نوع اندیشان دینی بله همین سکولار ها سکولار ها هدف کلی سکولار و علمانی همین است که اونها مقدسات دینی را هدف قرار, هدف قرار میدن بله خب یکی از مواردی که خیلی زیر فشار اونها هست و زیر تیرباران اونها هست مدارس دینی است مثلا و در چند بخش اونها کار میکنن بخش اول مثلا اتهام بستن به علمای کرام است درست سعی میکنن که هر عالمی که بیشتر مثلا در افغانستان مطرح هست مرجع مردم هست. مردم به او مراجعه میکنن و به او رجوع دارن او آدم زیر سوال ببرن به نحوی او را بخوان او مرجعیت او را و او صدمه بزنن بل صدمه بزنن شخصیت او را و در کنار او مثلا ما شما شاهد بودیم چند مدت پیش که مستقیم در پارلمان افغانستان گفته شد که مساجد محل تروریست پروری است بله خب مسجد یک مکان مقدس است برای مردم بسیار اهمیت داره یقینا چنین مستقیما مسجد را زیر سوال بردن این یک حرف بسیار بزرگی است و در کناری مثلا آمدن ثقافت اسلامی را در پانتون ها که تنها مظلوم ترین مضمونی است که در پانتون ها تدریس میشه هفته یک ساعت این را زیر سوال بردن که مضمون ثقافت اسلامی این ترویج افکار افراطیت میکنه خب اینا جنبه های مختلفش است باز از یک طرف بر علیه مدارس تخت تاز دارن که مدارس اوائل که ابتدا شروع کرده بودن کارا میگفتن مدارس یک جاهایی است که باعث میشه مردم ما عقب مانده بشن سیستم مدارس نظام مدارس بالاخره همین رفتن در همین علوم اسلامی جامعه رو به عقب میاندازه عقب گرا میشن مرتجع میشن بله این بحث بود باز رفته رفته پیش آمدن خصوصا فضای ناامن افغانستانه که ما شما میفهمیم که چه حالتی داره بله. از این آب گلالود ناامنی افغانستان استفاده کرده فورا اتهام میزنن که سرمنشأ تمام ناامنی ها مدارس دینی است شما نمیپذیرین را؟ اصلا نمیپذیرین یعنی چی پس؟ کسانی که باعث ناامنی در افغانستان میشن این از کجا میاین؟ از مدارس دینی نمیاین؟ ببینین ما و شما میفهمیم که افغانستان در او جنگ های نیابتی جریان داره یک حیات خلوتی برای قدرت هاست بله طبیعتا حکومتی وجود داره و در مقابل حکومت مخالفینی هستن مخالفین معتقدن که نظام غیر اسلامی است نظام استعماری است دست نشانده غرب است آمریکا 100% در این نظام دخالت داره و یه واقعیت است همه ما میفهم خب مخالفین برای ضربه زدن به حکومت شاید از خیلی فضاها استفاده بکنه و این حکومت تنها یک مخالف نیست تنها مخالف داره بله مثلا کسانی که در حاکمیت قبلی صاحب قدرت بودن الان در حکومت فعلی مخالف حکومت هستن بله. در جبهه 100% ضد حکومت قرار گرفتن حتی کسایی که فعلا در حکومت صحیح مثلا اینها هم بین خود مخالفت دارن بله. بله پس در وقتی که در یک منطقه ناامنی ایجاد شد جنگ پیش آمد اختلافات پیش آمد طبیعتا هر کدام می توانه که از یک فضای استفاده بکنه برای ضربه زدن به طرف مقابل خودش ما این کار نمی کنیم ممکن است خیلی کسا باشن که از فضای مدرسه هم استفاده بکنن کما این که مثلا از فضای دانشگاه استفاده شده بارها ما دیدیم محصلین دانشگاه بودن رفتن عملیات انجام دادن از خود اردوی ملی بسیار اتفاقات از فضای پلیس از فضای اردو از فضای پلیس از همه فضا بوده بلد. اما چرا تنها انگشت اینجا به سوی مدارس دینی میره به نظر شما این علت... وقتی که از فضاهای مختلفی برای ناامنی استفاده میشده این یک نوع دستاویز است
مثلا یک نفر با یک گروه که مخالف باشه به دنبال یک نقطه میگرده که بتونه از او روزانه او رو تحت فشار قرار بده. نه، به نظر شما تمام افراد درگیر در افغانستان مخالف با مدارس دینی هستن که هر واقعی میشه انگشتای انتقاد میره به سوی مدارس دینی؟ چنین نیست، برداشت عموم مردم چنین نیست. عموم مردم برداشت اونا این است که مدارس کار خود دارن میکنن. چرا؟ چون مردم با مدارس تعامل دارن، سرکار دارن. بله. فرزندان همین مردم در مدارس است. مدارس یعنی همین مردم. بله. مردمی است که مدارس تمویل میکنن، طلابی مدارس نان وظیفه میتن، فرزندانشان در این مدارس درس میخوانن. بالکل. بله. مثلا ما میبینیم که هر خانواده ای که فرزند او در مدرسه است، خب شش روز هفته را اگر در مدرسه باشه، جمعه پنجشنبه در خانه خانش است. بله. کوچکترین مسائلی که در مدرسه اتفاق میفته خانواده خبر میشن. بله. بنابراین مدارس هیچ چیزی پنهان و پوشیده از مردم نداره. درست. پس برداشت عموم مردم ما بر علیه مدارس چنین چیزی نیست که اونا معتقد باشن که مدارس سرمنشأ رشد افرادگرایی یا بالاخره تروریست پروری است. اما همه افرادی که قبلا برای شما ذکر کردم، اینها در رأس رسانه ها هستند، جایی برای بلند کردن صدا دارند. درست. و ما میفهمیم که رسانه های متاسفانه که امروز در افغانستان کار میکنن، اکثریت اینها منبر هستن برای کسی که بر علیه امور دینی صحبت بکنه، یک شخصیت دینی رو به چالش بکشه، یک مدرسه دینی رو به چالش بکشه، یا مثلا بخواد یک نهاد دینی رو زیر سوال ببره. اونها به خاطر جلب بیننده هر کاری میکنن. و برعکس در دست مدارس دینی چیزی نیست. هیچی نیست. چند مدت پیش اگر شما دقت کرده باشین، وزیر حج و اوقاف افغانستان استاد فیض محمد عثمانی مستقیما اعلان کرد در مقابل خبرنگار یکی از رسانه‌ها که او انتقاد کرده بود که چرا علما در مقابل این مسائل صدای خودشان بالا نمی‌کنند. بله. او مستقیما گفت که شما چند رسانه تا الان رفتین که خطبه یک پای یک منبر رفتین، یک منبر که رفتین حرفای او را نقل بکنید، انعکاس بدین در رسانه‌ها. این شکل همه چیز است متاسفانه. کسانی که ضدیت با تمام شعائر اسلامی دارن، افراد علمانی سکولار، اینها رسانه ها را به دست دارن، تا محض یک کوچکترین حالت اتفاق میفته اینها فورا بر علیه مدارس قیام میکنن، صحبت میکنن، ایره به صحبت های واهی ایره نسبت میدن به مدارس دینی. درست. تشکر استاد امینی عزیز. اجازه بدین بریم به سراغ میان برنامه کوتاه. برمیگردیم خدمتتون بیننده های عزیز. میان برنامه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. با ما باشید. بیننده های عزیز و گرامی، با برنامه قلب آسیا با موضوع نقش مدارس دینی در جامعه افغانستان خدمت شما عزیزان هستیم، همراه استاد عبدالناصر امینی عزیز، کارشناس ارشد علوم اسلامی. البته بر ما مدارس دینی را معرفی کردن و همچنان در مورد مناهج مدارس دینی گفتن و از بعض چالش ها و مشکلاتی که مدارس دینی با آن دست پنجه نرم می کنند پرده برداشتن. مشکلات دیگه هم باقی مانده؟ طبیعتا مشکلات مختلف هست و وقتی که یک جامعه با بعضی مشکلات مواجه میشه، طبیعتا مدرسه هم آری از این مشکلات نخواهد بود.
به عنوان مثال مشکلی که فعلا در مدارس دینی معمولا هست مسئله مالی هست. درست. یعنی از نظر اقتصادی چون طبیعت مدارس این است که از طریق انسانهای خیر تأمین میکنن مسائل اقتصادی خودشان را و مصارف خودشان را. این هم پرسش شبه برانگیزی هست که منابع مالی این مدارس از کجاست؟ بعضی ها میگن از پاکستان است، بعضی ها میگن از عربستان است، بعضی ها کشورهای دیگه یا چیزهای دیگه را ربط میتن. در اینجا اگر به طور یقینی نگوییم، لیکن به طور خیلی حتمی ما میتوانیم بگیم که اکثریت مدارس ما تا جایی که ما اطلاع داریم، سرکار داریم با دوستان، درست، از طریق خود مردم افغانستان تامین میشه. درست. مدارسی که در افغانستان فعالیت میکنن در خود افغانستان از طریق خیرین و از طریق مردم تامین میشه. درست. و یا از طریق بعضی افرادی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن. مثلا ما داریم افغانی هایی که در مثلا کشورهای خلیج زندگی میکنن. بله. و اونها خیریه های خودشان را، اعانه ای که دارن، جمع آوری میکنن به شکل قومی یا به شکل مردمی یا به شکل منطقه‌ای. بله. و اینها به مدارس ارجاع میدن. این بزرگترین منبع تمویل مدارس همه چیز است. درست. اما این اتهامی که وارد است که مدارس دینی از بیرون تامین میشن، این ما میتونیم با جرأت بگیم که یک اتهام واهی است. یعنی شما در نظر بگیرین مدارس ما در افغانستان از نظر معیشتی و از نظر امکانات که در یک فضای آموزشی باید وجود داشته باشه در پایین ترین سطح قرار داره. مثل چی؟ آب ندارین؟ آب ندارین؟ آب داریم. مثلا از نظر امکانات رفاهی خیلی در تنگناها قرار دارن. مثلا الان ما چند مدت میشه که در کشور سعودی آمدیم، جامعه ام القرای مکه را دیدیم، جامعه مدینه را دیدیم. اصلا قابل مقایسه نیست به هیچ وجه من الوجوه. شاید یک مکیفه که اینجا یک محصل در یک ماه استعمال در یک میکنه. ماه در اتاق خود. بله. استعمال میکنه، شاید برای بسیار از مدارس آرزو باشه که کی باشه ما در مدرسه خود یک مکیف داشته باشیم. این یک مثال بسیار ساده ایش خدمت شما عرض کردم. یا فاتوره برق یک ماهش اگر داشته باشیم، فعلا یک مکیف یا یک کولری که در یک اتاق یک دانشجو در دانشگاه های سعودی مثلا چالان باشه و یک ماه که میچله، بدون شک فاتوره تنها یک کولر بالای $400 است در یک ماه. در یک ماه یعنی $400 میشه تقریبا حدود معاش 4 استاد یک مدرسه دینی. و هم مدارسی که معاش خوبتر بدن. معاش خوبتر بدن. مدارس ضعیف ما داریم که مثلا با 3000 افغانی و 5000 افغانی هم زندگی میکنن. اما اینو ما نباید در فراموش بکنیم و الحمدلله مردم افغانستان مردم قنو هستن و در ضمن مردم جامعه ما مردم ناقدر نیستن، میفهمن این مسائل. درست. که یک استاد در مدرسه دینی 24 ساعت وقت خودش رو وقف مدرسه میکنه. ما در نظام حالی که در افغانستان داریم فقط تعلیم محض نیست، چیزی که مثلا در مکاتب دولتی یا دارالعلوم‌های دولتی مرسومه. بله. مثلا ساعت 7 من حیث یک موظف استاد داخل میشه، ساعت 12 پشت کار خود میره. بله. در مدرسه چی میگذره، چه خواهد شد، چه نخواهد شد، طالب درس خوان نخوان، چیزی یاد گرفت نگرفت، این چیزا مهم نیست. بله. اما اساتید مدارس دینی یعنی واقعا مخلصانه و با قربانی و ایثار بسیار زیاد تمام وقت خودشان صرف همین مسئله تعلیم و تربیت فرزندان مسلمانان میکنن. یعنی یک استاد، خب حداقل ما در نظر بگیریم یک استاد جوان همراه خانواده شاید 4 نفر الی 5 نفر با هم زندگی میکنن. بله. 4 نفر و 5 نفر زندگی یک خانواده با 7000 افغانی چطور امکان پذیر است؟ این ما میتونیم از اینجا درک بکنیم که او بسیاری از اولویت های زندگی خودش را کنار گذاشته، ترک کرده. بله. تا توانسته بالاخره به این سطح هم خانواده را قناعت بده و هم خود او ایثار قربانی را تحمل بکنه. میاد مثلا صبح در درس ها حاضر میشه، وقت بعد از ظهر تکرار و مطالعه طلاب کنترل میکنه، بالای سر طلاب ایستاده است. در اوقات دیگه بعضی مشاوره ها که هست مشاوره میدن، مثلا طلاب نیاز به توجیه و ارشاد دارن، در توجیه و ارشاد طلاب دخیل هستن و تمام برنامه های مدارس کنترل میکنن. مثلا در وقت غذا خوردن باید یک استاد موظف باشه. بله. تا
توزیع قضا و برنامه قضایی مسائل و با بزرگترین قناعت اینا دارن زندگی میکنن. اما همونطور که مردم ما با چالش های اقتصادی مواجه شدن، خب حالت دنیا همینطور است که تقریبا قسمت های شرق و این مردم فعلا مشکلات اقتصادی دارن. مدارس دینی هم با مشکلات مواجه شده. درست. یعنی افرادی که قبلا من حیث خیر کمک میکردن، تجار ملی بودن، آدم های موفق بودن، چون اونها با چالش های اقتصادی مواجه شدن، رکود و اقتصادشان بسیار ضعیف شده، الان توانایی رو ندارن که مدارس تأمین بکنن. مثلا من میتونم اینجا به جرات بگم خدمت شما که بسیاری از مدارس هست که اساتید تا 5 ماه و 6 ماه حقوق نمیگیرن، چون مدرسه توان پرداخت حقوق نداشته. خب او 7000 با او تنگنا زندگی پیش میره، 5 ماه توی حقوق رو هم دریافت نکنی زندگی چه خواهد شد؟ ای اگه یک هدف پشتی مسئله نباشه، یک رسالت بزرگ پشتی مسئله نباشه، یک دلسوزی نسبت به یک جامعه نباشه، غیر قابل تحمل است واقعیت. اما بازم این چیز تحمل میکنن. و خواست ما از تجار ملی افغانستان همین است که همونطور که همیشه همراه مدارس بودن، اعتماد کردن، این مسائل رو دنبال بکنن، کمک های خودشان رو دنبال بکنن و این مشکلات اقتصادی یک حبابی است که یک مدت خواهد بود و پس از بین میره. و ما معتقدیم که الله تبارک و تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، در این زمینه مدارس فراموش نکنن. اما یک نکته دیگه هم که در این زمینه باید ذکر بکنیم اینه که همونطور که افرادی که بر علیه مدارس از جنبه های دیگه ضربه میزنن، در اینجا هم دخیل است. ما دقیقا خبر داریم افرادی میرن همراه با خیرین با تجار ساعت ها مباحثه میکنن که کمک که شما میدین این در جهت فلان و فلان استفاده میشه. به این ترتیب ذهنیت تجار ما را هم، ذهنیت کسایی که مردم خیر هستن به مدارس کمک میکنن، ذهنیت اینا را هم شستشو میدن، تغییر میدن. بسیار از این طریق با مشکلات مواجه هستن. اما الله تبارک و تعالی کار خودش را تعطیل و لنگ نمیگذاره. به هر نحوی باشه یک نفر اگر نبود، یک ناصر اگر کنار رفت، ناصر دیگری 100% پیدا خواهد شد. یقینا این مدارس دینی که بعد از 8 سال و 10 سال فارغ التحصیلی که فارغ میته به جامعه، با این مشکلاتی که شما ذکر کردین، با این خون جگری که اونها این سالها را در مدارس دینی سپری میکنن و اساتید هم با این همه قربانی و ایثار و فداکاری که دارن با اونها تدریس و تعلیم و تربیت اونها را به دوش دارن، وقتی که فارغ میشوند چی میکنن اینها؟ یکی از دغدغه های بزرگ فارغ التحصیل های ما همین سوال شماست. یعنی تعبیر اونها اینطور است که ما که وقتی فارغ شدیم چه کنیم؟ آینده ما چه خواهد شد؟ قبلا ما بحث کردیم که یکی از نکته هایی که فارغ التحصیلان مدارس یا دانشگاه ها می توانند مثلا جذب معارف بشن، من حیث معلم کار بکنن. یا مثلا الان حالت پیش آمده که امامت مساجد هم تحت چتر وزارت حج و اوقاف با اسناد اتفاق میفته. یعنی یک ملا امام باید حداقل 12 یا 14 را داشته باشه که بتونه به حیث ملا امام مقرر بشه در یک مسجدی و یک مقدار معاش بسیار ناچیزی دریافت بکنه. این چالش متاسفانه موجود است. از همین فارغان مدارس دینی میگیرن، مدارس دینی خصوصی افغانستان این چالش موجود است که چون اینا از اینها نمیگیرن، اسناد ندارن، نمیگیرن از اینها. یعنی مدارس به اینها اسناد نمیده وقتی فارغ میشن؟ شهادت نام مدارس میده، لیکن وزارت اوقاف را قبول نمیکنه. قبول نمیکنه چون رسمیتی نداره از طرف مرجع دولتی مثل معارف یا مثل تحصیلات عالی. و اینجا ما باید گلایه بکنیم واقعیت. از کی؟ از صاحبان این مدارس دینی که از حکومت تلاش نمیکنن؟ از حکومت باید گلایه سند بکنیم. یک سند معتبر مقبولی برای یک شاگرد که 10 سال زحمت میکشه با این همه دردها درس میخونه برای شک سندی بده، حداقل در آینده به دردش بخوره. ما در اینجا باید از حکومت گلایه بکنیم، کسایی که در مسند قدرت هستن و میتوانن این مسائل به اختیار اونها است، که دید اینها نسبت به افراد جامعه یک دید عمومی نیست متاسفانه. یعنی ما تعجب میکنیم گاهی که مثلا حکومت اگه بررسی بکنه بهترین نیروهای کاری رو در اختیار داره. یعنی مثل اینه که یک انسان یک قدرت بزرگی رو داشته باشه اما قصدن خود او قدرت خود معطل بگذاره، از او استفاده نخواهد بکنه، نگذاره که او قدرت او به همین بر تضعیف او کارم بکنه کار بکنه. بله،
الان قبلا هم خدمت شما عرض کردم که به اقرار مسئولین معارف فارغ التحصیلای مدارس دینی بالاترین استعداد دارن. بله. و حتی یکی از دوستا همین مسئله رو مطرح میکرد که در همین 17 سال اخیر اگر معلمین مکاتب ما بخش دارالعلوم ها رو خدمت شما عرض میکنم یا مضمونای دینی که در مکاتب هست میگفت که اگر ما معلمین ما از همین فارغ التحصیلای مدارس داخلی خود ما میبود الان ضریب علمی مکاتب ما خیلی بالاتر بود. وضعیت اسفباری که فعلا معارف داره میگفت ما با این شاید مواجه نمیشده، چون ما میفهمیم اینها هم از یک طرف که از نظر علمی قدرت دارن، ضریب علمی اینا بالاست و هم یک هدف بسیار قوی دارن، اینا رسالت دارن، دلسوزی دارن، دلسوزن نسبت به ملت، نسبت به فرزندهای ملت. اما دولت چنین توانایی را در کنار خود داره، در بین بچه های جامعه خود داره، از این استفاده نمی کنه که هیچ حتی مانعی میشه. پس بنابراین پس هیچ چی دیگه بعد از اینکه فارغ میشن چی؟ اما اگر از نظر رسمیات و وظایف حکومتی نمیتوانن به جایی برسن و دسترسی پیدا بکنن، او شخصیت و وجاهت جامعه اجتماعی خود داره. یعنی ما در افغانستان شاید 1% خیلی کمی مساجدی داریم که تحت پوشش اوقاف است. بله فعلا. بله فعلا. بله بله. اکثریت مساجد ما به اختیار خود مردم است و مردم به فارغ التحصیلای ما اعتماد میکنن. درست. و یا مدارس خصوصی که ما داریم سال به سال اینها رشد میکنن، ظرفیت اینها بالاتر میره، اینها مجبورن که فارغای خودشان رو جذب بکنن، استفاده بکنن و فرهای جدیدی باز کنن. فرهای جدیدی باز بله بله شاخهای جدیدی باز بکنن. و یا در کنار ای ما داریم افرادی را که در بین علم، تعلیم و تعلم در کار تجارت جمع میکنن، وارد بازار میشن. بله. و همونطور که در مورد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معروف است که میگفتن مغازه امام ابو حنیفه خودش یک مدرسه بود که بهترین نوع معاملات وقتی صورت میگرفت، پاکترین نوع معاملات و معاملات اسلامی. اینها هم همینطور هستن، کسانی که حتی در قسمت تجارت هم وارد شدن موفق شدن. درست. اما این قابل تحمل نیست، باید این مشکل ریشه ای حل بشه، حل شود و دولت افغانستان از این پتانسیلی که موجود داره، از این ظرفیتی که هست استفاده بکنه و این قشر بسیار بزرگ مورد بیمهری خودش قرار نده. خب اگر مشکل جناب استاد در مدرک یا سند یا شهادت نامی است که این مدارس دینی میتن، خب برای حل از او مدارس دینی باید یک راه حل تلاش بکنن. مدارس وظیفه خودشان انجام دادن. مثلا الان ما در افغانستان یک نهادی داریم به نام مجمع مدارس افغانستان، مدارس خصوصی. خصوصی. خصوصی مدارس شعبی. درست. اینها مجمعی تأسیس کردن و بیش از 100 مدرسه عضو این مجمع است. در کجا؟ در کابل؟ دفتر رئیسی در کابل است و در تمام ولایات شعبه داره. افغانستان شمول است. افغانستان یعنی؟ شمول است. 300 مدرسه در این دخیل است و شاید در این اواخر بیشتر هم شده باشه، چون بسیاری از مدارس علاقمند عضویت در این مجمع هست. خب اینها افرادی هستند که برای نظم بخشیدن به امور مدارس زحمت میکشن، کار میکنن. درست. و این خود یک اتفاق بسیار نادر است در تاریخ افغانستان. واقعا. که مدارس خصوصی مردمی در تحت یک پوشش، یک چتر جمع بشن، برنامه های خودشان رو منظم بکنن، یک هیئت رئیسه داشته باشن، دارالانشایی وجود داشته باشه، با مشکلات رسیدگی بشه. نه. مدارس کنترل بشه، نظارت بشه بر مدارس. این یک اتفاق بسیار بزرگ است. اینها همه کار کردن، همه کار کردن و او نصابی را که خدمت شما عرض کردم که بر معیارها کاملا برابر است، او نصاب را هم معرفی کردن. یعنی این مجمع مدارس نصاب خاصی را معرفی میکنن؟ بله بله، این نصابی که فعلا در مدارس رایج است. خب این نصاب اونهاست. بله، این را معرفی کردن به درست. مسئولین. درست. و بارها خواستن که شما به دولت افغانستان. بله بله، به دولت افغانستان. آها. و بارها خواستن که شما حتی میتوانین بیان از شاگردای ما امتحان بگیرین، نظارت بکنین، در این زمینه ما مشکلی نداریم. اما آینده شهادت نامه های طلاب ما باید مسئلهش حل بشه. و ما همی چند روز پیش هم مطلع شدم که یک گروه جدیدی تشکیل شده با همکاری وزارت معارف و وزارت حج و اوقاف و شورای علما، فکر میکنم غالبا
و نماینده های هم از مجمع المدارس در این نشست حضور داشتن و اینها دارن روی مسئله کار میکنن. خب. و امیدواریم که به هر حال به یک نتیجه خوب و مطلوبی هم برسن و این مشکل تا حدودی حل بشه ان شاء الله. امیدوار هستیم ما هم. به نظر شما این اعراض یا بی‌توجهی دولت نسبت به این فارغ التحصیلان در کجاست؟ یعنی دولت چه حراسی داره از اینها؟ حراسی داره یا اینکه با اینها مشکلی داره؟ به مهری سببش چیست به نظر شما؟ علت بزرگ متاسفانه قدرت پیدا کردن افراد مخالف با نظام اسلامی است. گروهی که قبلا صحبت کردیم، المانی ها و بقایای کمونیست های سابق، یعنی آنها در نظام مانی نزدیک شدن میان مدارس دینی و قطعا دولت هستند. قطعا مدارس دینی خواهانی نیستن که به دولت نزدیک بشن، میخوان حقوق خود را از دولت دریافت بکنن. مثلا یک شهادت نامه ای را از معارف گرفتن این شریک شدن در حکومت نیست، بلکه همونطور که یک تذکره شناسنامه حق یک شهروند است که باید شناسنامه خودش بگیره، یک کسی که تعلیم کرده حقش است که باید سند تحصیلی خودش بگیره. مدارس دینی به دنبال این نیستن که در حکومت سهیم باشن و از حکومت سهمی برای خود بگیرن، نه، بلکه به دنبال این هستن که همون حقوق 100% شهروندی خودشان را که بنا داده نمیشه را دست بیارن. اوی که شما میگین که مثلا در حکومت دخیل بشن، سهمی داشته باشن در حاکمیت و در قضایای بزرگ کشور دخیل باشن، این که یک حرف بسیار بزرگ است که هیچ یکی به فکر نمی کنه. مدارس نمیخواین؟ فعلا نمیخواین. نه فعلا نمیخواین. گفتم علت این است که او افرادی را که من خدمت شما عرض کردم در رأس حکومت قرار دارن و با اونها کنار آمدن امکان پذیر نیست. چطور من میتونم مثلا با یک نفری کنار بیام در یک چوکات حاکمیت زندگی بکنم که مخالف اسلام است، برای ریشکن کردن اسلام تلاش میکنه، من یک مسلمان برم در کنار او بشینم؟ بنابراین خواست مدارس از حکومت همو حقوق شهروندی مردم است که این اطفال نباید از حقوق خود اینا محروم بشن و اینها مورد بیمهری قرار بگیرن. درست. نقش مدارس دینی به نظرتان در وضعیت اسفبار فعلی کشور نقشش در آینده چه خواهد بود؟ اینها چه هدف دارن در آینده برای بهبود وضعیت کشور؟ فکر در سر دارن کاری بکنن یا تا حال کاری کردن؟ طبیعتا بزرگترین راه حل برای تمام مشکلات رجوع به اسلام است. یعنی هر مشکلی را که ما امروز در افغانستان داریم، نزاهایی که وجود داره، مشکلات دیگه ای که وجود داره. خب شما در اول گفتید که ما 99.9% مسلمان داریم، پس مسلمان در جامعه ما مسلمان 100%. اما شما وضعیت حاکمیت رو ببینید که کدام طرف میره. زبان حاکمیت ما چی است امروز؟ گفتار حاکمیت کدام جنبه رو داره دنبال میکنه؟ امروز چرا یک سکولار بتونه قدرتمند باشه در افغانستان وقتی که سومین بند قانون اساسی افغانستان این است که هیچ قانونی نمیتوانه مغایره با اسلام باشه؟ چرا یک نفر جرأت بکنه در پارلمان که خانه ملت است مستقیما مساجد زیر سوال ببره؟ چرا مثلا کسایی که کمونیست های سابق هستند، افراد چپی و خلقی و شعله ای، اینها بتوانن پس دار سر قدرت بیان من حیث جنرال وزارت دفاع مقرر بشن؟ افغانستان کشور اسلامی است، چرا در بلاد اسلامی افرادی را بفرستند که هیچ اعتقادی به اسلام نداره من حیث سفیر افغانستان وظیفه ایفا بکنه؟ چالش ها خیلی بزرگ است. اما یعنی با این وضعیت مدارس دینی نمیخواهید نقش بازی بکنه؟ مدارس دینی اولویت اونها تعلیم و تعلم جامعه است. خب این تعلیم و تعلم البته هدف داره. بله. اون هدف چیست؟ طبیعتا وقتی که افراد اصلاح شدن، خانواده اصلاح شد، جامعه اصلاح میشه. جامعه که اصلاح شد، حاکمیت از کجا مگر نشأت میگیره؟ همین افراد جامعه هست. خب در 17 سال گذشته چقدر افراد، چقدر خانواده ها، چقدر بخش های از جامعه اصلاح شدن؟ بله بله.
ما به جرأت می توانیم بگیم رشد اسلام گرایی که فعلا در افغانستان وجود داره شاید در سابق وجود نداشت. مثلا به عنوان مثال شما در ماه مبارک رمضان وقتی که به کابل تشریف بیارین یک اوضاعی را در مساجد افغانستان میبینین که یقین میکنین تمام تلاش هایی را که معاندین اسلام کردن همه هوا هم منصورا شده. یعنی چی؟ یعنی بیشترین رجوع کنندگان مساجد جوانان ما هستن. مثلا به عنوان مثال در مسجد جامع وزیر اکبر خان در کابل یکی از مساجد بله. معروف است بله. در دهه اخیر رمضان بیش از 700 نفر میای اعتکاف میشه و اکثریت اینا جوان است. یعنی او دستاورد مدارس نیست؟ مدارس تنها نه، در مجموع تمام حرکت های اسلامی ما مدارس دینی را یک بازوی در بله. مجموع حرکت اسلامی ما میدانیم بله. و اینا همه دست به دست دادن تا یه فضا ایجاد شده اقینا. وگرنه الان فضای آزادی که در افغانستان هست هر کس هر کار رو میتوانه بکنه، دموکراسی موجود به هر کس هر اختیار رو داده است، هر توانایی رو داره که مثلا چه جنبه منفی خصوصا جنبه های منفی مثلا در بخش فحشا و منکرات چیزا فعالیت بکنه. رسانه ها رو ما میبینیم که چه حالتی دارن رسانه های داخلی افغانستان. خب پس هدف ما از نقش مدارس دینی در بهبود وضعیت افغانستان این نبود که چند صد نفر در مسجد میروان اعتکاف میشینن، هدف از وضعیت کنونی که ما وضعیت اسفبار ناامنی داریم، هر روز ده ها خانواده کشته میشوند و ماتم میشینند، این قتل و کشتاری که فعلا در جامعه ما رایج است از طرفین مردم افغانستان را هدف قرار میدهند و ملت ما را به خون خاک میکشند، در این راستا مدارس دینی چی نقشی داره؟ خب ایره ما میتوانیم به یک نوع دیگر بحث بکنیم سریع. مثلا انتظار شما از معارف افغانستان چیه؟ که چطور مشکل نامنی را حل بکنه؟ با نشر فرهنگ البته. خب این کار مثلا مدارس میکنه، مدارس دینی ما وقتی یک فارغ التحصیل مثلا سند 12 میگیره انتظاراتم به درجه 12 باشه. نه این یاد اگر از مکاتب معارف یا معارف افغانستان از مکاتب فارغ میته خب اولا مضامین دینیشان خیلی خیلی کم هست و دوم قسم شما گفتین که وقتی آنها در دانشگاه ها در شریعت مثلا فاکولته شریعت هم که میخوانن سویه علمیشان خیلی پایان هست در بخش علوم دینی. از سوی دیگر شما گفتین که رای حل وضعیت کنونی افغانستان تنها همیست که ما به سوی اسلام رجوع بکنیم، درست است؟ پس اینجا ما انتظار را که از مدارس دینی داریم، انتظار از فاکولته های دانشگاه نداریم، نه از مکاتب دولتی داریم. این توقع را ملت افغانستان از مدارس دینی دارن که اینجا علما مدارس دینی که شما گفتین 300 مدرسه تنها زیر چتر مجمع المدارس فعلا فعالیت میکنه، شاید هزاران مدرسه دیگه در خارجی این فعالیت دارن. در مورد بهبود وضعیت ملت افغانستان از این علما و از این مدارس دینی انتظار دارن، توقع دارن؟ طبیعتا بس یا در آن بخش فکر میکنین که اینها ناتوان هستن، چیزی بر دستشان نیست چون نه قوه اجرایی هستن نه مقننه هستن؟ من گفتم که دولت حراس داره که حتی علمای ما در معارف داخل بشن، پس بفهمیم که هیچ مجالی برای علما در نظر نمیگیره. پس ما ناامید شویم که اینها هیچ نقش در بهبود وضعیت افغانستان ما ناامید نمیشویم. علت چی است؟ من خدمت شما عرض کردم که وقتی رجوع به اسلام بکنیم مشکلات ما حل میشه. بله. و طبیعتا مدارس دینی در زمینه ای که مردم را بر باورهای خوب و باورهای صحیح و اسلامی نگه بدارن کار خود را کردن. وگرنه با ایجاد فضایی که در افغانستان صورت گرفت، فضای بیلگام و فضای کاملا آزاد، بله، هزینه های بسیار زیادی که مؤسسات خارجی کردن برای ترویج اباحه‌گری و بیدینی و لادینی و این مسائل، بله، الان تا همین قدر اگر جامعه محفوظ مانده این یک نوع خدمتی میتونه از طریق مدارس علما و حرکت های اسلامی باشه. وگرنه ما ای را اگر در نظر بگیریم اگر در دیگه جامعه هم اتفاق می افتاد و نصف هزینه ای که در افغانستان برای بیدین کردن مردم شده در دیگه جامعه صورت می گرفت ضریب بیدینی خیلی بالاتر از این مسائل بود.
خب اگر ما یک قدرت برای جلوگیری از بیدینی نه نه یک قدرت دینیست نه نه یک قدرت اصلا برای ترویج بیدینی تلاش میکنه و مدارس دینی سد راه هاست بله مثلا شما ببینین افرادی که برای بیدینی دارن کار میکنن ما مطمئن هستیم که تمویلگران خارجی دارن پس مدارس دینی نقشش در راستای مبارزه با این نشر بیدینی و این چیزها بوده طبیعتا بس. اولویت اول فعلا همین چیز بوده یعنی اون طرف که ما مشکلات ناامنی داریم کشتارها داریم اونجا در اونجا هم کار خود کردن چیکار کردن؟ مثلا شما ببینین بسیاری از علما رو داریم که خود اینا فدای همین مسئله شدن با بیان حقایق بله. با بیان مشکلات بله. مردم بله. بیان ای که ای جنگ به نفع ما نیست بله. بیان ای که طرفین مسلمان داره به قتل میرسه بله. فدای همین مسائل شدن این یک دلیل بر این است که علما کار خود کردن اما با اینکه چیزی در دست ندارن این را باید ما منصفانه در نظر بگیریم که با دست خالی تا این حد پیش آمدن این یک کار بزرگ است یقینا این را نمیشه نادیده گرفت و این را مثلا کاملا یک طرف گذاشت و فورا تمام مشکلات به گردن مدارس دینی انداخت هم از یک طرف توجیه شعب است هم از یک طرف تعلیم و تعلم است از یک طرف همون پیش بردن شعائر و مقدسات اسلامی است درست و از یک طرف پرداختن به امور جامعه است الان درست. مثلا به عنوان نمونه واضحه یک برنامه در افغانستان ایجاد شده به نام نهادهای مدنی خب جامعه مدنی وظیفه اینا چی است؟ الان ظاهر میان فقط مشکلات مردم مطرح میکنن که ما میخوایم مشکلات مردم برطرف بشه، تعصبات نژادی در افغانستان نباشه، انتخابات شفاف باشه، فلان باشه، فلان باشه. بله. یعنی گویا ما زبان مردم هستیم. که در واقعیت ما معتقدیم که همین نهادهای مدنی فقط و فقط ایجاد شده به خاطری که مرجعیت مدنی علما را از مردم بگیره. یعنی خودشان زبانهای سفارتخانه هاست. سفارتخانه است. پروژه است. ما میبینیم مثلا یک نفر فعال مدنی است در یک ولایت چند روز فعالیت میکنه اما بعد خاموش میشه مردم با مشکل اصلی که مواجه میشن اینا هیچ صدای از اینا بلند نمیشه بسیاری از امور ما داشتیم مثلا نیروهای خارجی رفتن به خانه های مردم حمله کردن بله این مردم بیگناه را به قتل رسانده بله. یکی از اینا صدای خودش را بالا نمیکنه مگه اونا مردم نیستن چند مدت پیش در قندوز اطفال به شهادت رسانده اطفالی که مدرسه دینی بودن شاگردای حفظ قرآن بودن بله. اونا چه دخل داشتن به مسائل ناامنی افغانستان خب چرا یک نفر از این رسانه ها چرا یک نفر از این نهادهای مدنی صدای بالا نکرد در حالی که علمای کرام در تمام حالات در کنار مردم هستن رجوع مردم چه در وقت مشکلات باشه چه در وقت خوشی ها باشه عالم است که در کنار مردم باقی میمانه بله این پروژه است امروز پروژه تمویل شد هست که پروژه تمویل نشد پشت کارش میره ماشان قد شد میره بله به عنوان مثال نمونه را خدمت شما ذکر بکنم که مثلا یکی از صحبت هایی که بسیار دایه داره امروز در افغانستان حقوق زن است خوب است دیگه گپ خوب نیست گپ خوب است ما معتقدیم بین ولی که واقعیت داشته باشه در حد مثلا پول گرفتن جور کردن یک کنفرانس پشت رسانه نشستن که هی فلان زن فلان حقش ضایع شد در فلان جا به زن دسترازی شد فلان جا مورد لتکوب قرار گرفت نه فقط در حد رسانه است امروز شما در کوچه های کابل وقتی قدم بزنی هر ده قدم شما یک زن بیوه نشسته و گدایی میکنه میلیون ها افغانی که اینا برای حقوق زن مصرف میکنن چرا مشکل چهار تا زن فقیر و بدبخت حل نمیشه این زن مرجعی که تنها برای تمویل زندگی خود میبینه مسجد است از همه جا ناامید میشه پیش روی مسجد میاد به لحاظ خدا به من کمک بکنه دروازه مسجد به دروازه مسجد میاد به دروازه عالم میره از یک عالم توقع داره که با وجود اینکه عالم کیش خودش درآمدی نداره بله. که اگر نیم لقمه نانی میخوری نمیشه بده من که مشکل من حل بشه خب تا این حد علما جوابگوی مردم هستن در کنار مردم قرار دارن اما متاسفانه گفتم که چون رسانه‌ای وجود نداره این مسائل منعکس بکنه درست منبری وجود نداره که حرفا رو به مردم برسانه قوقا اینا بلند میشه کسایی که مخالفین علما هستن صحبت میکنن علما رو زیر سوال میبرن
در حالی که ما معتقدیم همین قدر مجالس و محافلی که در روز 8 مارچ برای روز زن، روز جهانی زن این محافل برگزار میشه، اگر نصف همه هزینه را بیارن فقط کارگاه های اشتغال زایی برای زنا ایجاد بکنن، شاید مشکل به مرور سالانه مثلا مشکل چند ولایت بتونن حل بکنن. یک زن غیور افغانستان، یک زن معتقد، یک زن باورمند، یک زن با حیا ضرورت نباشه در سرک بشینه و از مردم کمک تقاضا بکنه. خب اونا میگن سالانه حدود 30,000 حاجی افغانی حدود 2500 دلار یا کمتر و بیشتر هزینه میکنن میرن به سفر حج. خب اینا نروان اما هزینه را اینجا بکنن مشکلی بی بها حل بشه. این البته فعالان مدنی میگن. این بسیار عجیب است. چرا همین وزیرها و سفیرها و رئیس جمهور و وکلای پارلمان که سفرهای تابستانی و زمستانی به هند دارن، به اروپا دارن، به ترکیه دارن، به فلانجا دارن، چرا اونا رو نمیگن؟ مسئول هستن، با جوابگوی مردم باشن یا نه؟ مثلا الان اکثریت افرادی که در حاکمیت فعلی مسئولیت دارن خانه اینا خارج از افغانستانه. بله. چرا همون هزینه رو متوجه زنای بیوه نمیکن؟ در حالی که مسلمانی که من حیث رکن پنجم به حج میآید قبل از او من حیث رکن چهارم یعنی قدم پیشتر زکاتش به این فقرا تقدیم کرده، چرا او را در نظر نمیگیره؟ او کار خود را کرده، زکات خودش را داده، صدقات خود داده، کمک خودش را کرده و میکنم اما من حیث ادای یک فریضه و یک ارکان مسائل دیگر هم مصرف کرده. بله. و در همین مسئله حج مگه فقرا اینجا دستگیری نمیشن؟ خانواده شهدا بسیاری به حج فرستاده میشن، بسیاری از فقها من حیث مساعدین در حج مشارکت میکنن که اینا همه هزینه همه حجاج است. دولت هزینه نمیکنه برای فرستادن یک فقیری که آرزوی حج رو داره اما تواناییش رو نداره. وزارت حج و اوقاف شناسایی میکنه افراد من حیث مساعدین روان میکنه به حج، یا خانواده شهدا کسایی که فرزندان شهید شده اینا رو به حج روان میکنن. اینا هزینه ها هست، اما چون مشکل اصلی و دشمنی اینها با خود فریضه حج است، از این دسیسه استفاده میکنن که شما پولا رو چرا اونجا مصرف میکنن. من رو بارها دیدم در رسانه ها، در فیسبوک، در جای دیگر. بله. این قدر حاجی تو، حاجی صاحب کنار خانه فقیر از زن بیوه است، تو چرا به حج میری؟ بله. خب چرا از امیر وزیر صاحب پرسان نمیکنه؟ جناب وزیر، یک حاجی که مثلا به سفر حج میآید فوقش 2500 دلار مصرف میکنه، اما یک سفر هفته ای یک وزیر بیش از 20,000 دلار مصرف داره. سفرهای مجللی که وزرا میکنن، سفرهای مجللی که جنابای وکلا میکنن، چرا کسی از اینا پرسان نمیکنه؟ اگر ما بیایم واقعیا آمار بگیریم از وزارت مالیه افغانستان، بله، سفرهایی که در یک سال مسئولین حکومتی به بیرون میکنن چقدر هزینه داره، من به جرئت میگم که 10 برابر هزینه کل حج است. بله. چرا اونجا زیر سوال نبره؟ پس بنابراین مشکل بسیار عمیق و ریشه‌ای است. دقیقاً. چون با شعائر اسلامی مشکل دارن، به دنبال یک دستاویز میگردن که مسئله رو زیر سوال ببرن. ما بسیاری از حاجی‌ها رو مشنیدم امسال همراه حجاج بودن. حاجی که به سفر حج آمده، یعنی اکثریت انگیزه حجاج ما همین است که به جای خریدن تحفه و تسبیح و از این چیزا همین پول را من حیث صدقه در خانه گذاشتن که به فقرا توزیع بشه. بله. این کارو کرده. خیلی خوب است. این شعور بسیار بالایی است که الحمدلله مردم ما پیدا کردن. به جای که تسبیح بخری، جای نمازی بخری، تحفه بخری، فلان بخری، او را اختصاص دادن به فقرا. اما برای ادای فریضه نیاز است که این فریضه خودش یک فریضه هم جانی است هم مالی است. بله. و الحمدلله در این زمینه مردم ما کمبود ندارن، اما مشکلات از جای دیگه آب میخوره. بسیار خوب. شما چند باری در خلال این صحبت از نبود یک منبر، یک رسانه حرف زدید و شکایت کردید که نبود یک رسانه یک معضل است برای علمای افغانستان و برای مدارس دینی که مشکلات اینها مطرح شود، صداهای اینها در قضایای مهم کشور مطرح شود، هیچ رسانه ندارن. در این راستا هیچ فعالیت کاری، تلاش، سعی شده یا میشه در آینده؟ تلاش های در جریان هست. یعنی یک تعداد از دوستان مثلا شبکه های تلویزیونی را ایجاد کردن.
شبکه‌های تلویزیونی باشه، نوشتاری باشه، بله. شبکه‌های تلویزیونی اف ام، رادیو اف ام باشه، هر چیزی باشه. شبکه‌های تلویزیونی ایجاد کردن. مثلا در هرات ما تلویزیونی داریم به نام تلویزیون اصلاح. مثلا در کابل تلویزیونی تأسیس شده به نام تلویزیون حدیث. یا مثلا رادیوهایی که هست، بله. یا جرایدی که وجود داره، مثلا مطبوعات ما داریم. بله. اما این قدر این بیچاره تحت فشار و محدودیت هستن که حد و حساب نداره. ما یک نکته را خیلی جالب میبینم که خدمت شما عرض کنم، اینه که ما یک آزادی بیان داریم، یکی آزادی بعد از بیان داریم. آزادی بعد از بیانش چیست؟ به این معنا که آزادی بیان برای همه مردم افغانستان فراهمه. یعنی یک عالم دینم پشت منبر صحیح میتونه صحبتش بکنه، درست. یک نفر جامعه مدنی در تلویزیون هم میتونه صحبت خودش بکنه، یک خبرنگارم، یک کارشناس هم حرف خود را بزنه. بله. اما بعد از بیان عالم دینی مستقیم راهی زندان میشه، ولیکن او افراد کسی با اونها هیچ کاری نداره. چرا؟ دوگانگی است در سیاست. بسیاری از علما رو ما داریم پشت منبر دو کلمه اگه حرف زدن بعدن راهی زندان شدن، سر از امنیت ملی بیرون آوردن، سر از پلچرخی بیرون آوردن. به خاطر حرفشان؟ به خاطر حرفشان، بله. یا تهدید شدن. شاید حرفشان مخالف منافع ملی بوده. منافع ملی نه، بیان مشکلات مردم، بیان چالش هایی که وجود داره، بیان تنگناه هایی که وجود داره. یعنی داد و فغانی که مردم دارن، رجوع کردن به عالم، عالم پشت منبر جمعه صحبت کرده اما فردا دیگه عالم به نماز صبح ندیدن. این مشکلات وجود داره. یا مثلا تلویزیون ها رو من خبر دارم، تلویزیون هایی که وجودن اینا مجبورن اینقدر خود سانسوری بکنن که با مشکل مواجه نشن. خود سانسوری یعنی خود او مجبور بشه بگه که این حرف نگو، بلی از خدا این چیز نگین، در این مورد مسئله دخیل نشین، این مسئله رو طوری بگین که زیاد جنجالی نشه، فلان نشه. نمیتونن شفاف صحبت خدا بکنن، مشکلات مطرح بکنن. یعنی پس آزادی بیان تنها برای کسایی است که از زاویه دین صحبت نمیکنن؟ بله بله قطعا. مثلا یک کارشناس امور سیاسی میایه پشت میکروفون، پشت تلویزیون صدها حرف به رئیس جمهور میزن، هیچ مشکلی نیست، هیچ مشکلی هم وجود نداره، راحت زندگی میکنه. هر جای نظام خواسته باشه زیر سوال میبره، زیر چالش میبره. کسی به دولت را به شرق و غرب و به آسمان و به زمین نسبت میده، هیچ مشکلی برای ایجاد نمیشه، درست. اما یک عالم دین اگر یک کلمه صحبت کرد فورا زیر سوال و بازخواست قرار میگیره. چاغ داری تو این صحبت رو مطرح میکنی؟ چرا اینطور است؟ چرا این حرف رو گفتی؟ چرا فلان رو گفتی؟ چرا مثلا فلان مسئله رو موضوع مطرح کرد؟ این واقعیت همین مسئله است. آزادی بیان در افغانستان هست، اما آزادی بعد از بیان برای علما یا برای منسوبین به دین یا انسانهای متدین متاسفانه وجود نداره. بسیار خوب. در این راستا، در راستای رسانه ها، البته چیز چاپی از کابل به نام دو هفته نامه جوان، مگه فراموش نکنم اونجا اسم شما رو هم دیدیم با تصویرتون بارها، چی هست دو هفته نامه جوان و شما در اونجا چی مسئولیت دارید؟ دو هفته نامه دنیای جوان. دنیای جوان، بله. حاصل تحریر و تلاش. تا حالا هم دو هفته نامه است؟ بله دو هفته نامه است، درست. یعنی در ماه دو مرتبه چاپ میشه بنابر اون محدودیت های مالی که وجود داره، درست. احساس رسالت یک تعداد از جوانان ماست، یک تعداد از محصلین پانتون ها، درست. و یک تعداد از علمای جوان ما که فارغ التحصیل های همین مدارس خصوصی افغانستان هستند، درست. اینا احساس کردن که افرادی که سکولار هستن، نو اندیش دینی هستن، با ابزار قلم و نوشتار بسیار مقدسات هدف قرار میدن، بله. و تصور اونها این است که قشر دیندار و خصوصا علما اینا توانای قلم ندارن دست قلم بگیرن و بتانن از خودشان دفاع بکنن. و یک مدتی ما با همین قلم مواجه بودیم متاسفانه، درست. با این قلم مواجه بودیم. اینها تصمیم گرفتن که همین قلم رو به نحوی پر بکنن. تعدادی از جوانان. خب اگرچه من نمیتونم این کار بکنم که مجلات دیگه نبوده، بوده، حرکت های دیگه هم مجلاتی داشتن، ماهنامه نامه و هفته نامه چاپ می شده، واقعا کارم میکردن، بسیار خوب بودن، درست. اما او چیزی که بتوانه همون تعابیر دینی را با یک زبان جوانی مطرح بکنه، درست.
با یک تعبیر روز، تعبیری که جوان پسند باشه. درست. چنین چیزی جایش واقعا احساس نیاز میشد که جایش خالی است. درست. بنابراین این جوان ها جمع شدن و با هزینه های شخصی خود شروع کردن به چاپ و نشر دو هفته‌نامه. مثلا ما دو هفته‌نامه را در هر دو هفته 1000 نسخه چاپی ما منتشر میکنیم، چاپ میکنیم و ما بقی باز نسخه الکترونیکی و پی دی افش توزیع میشه بیشتر. همین هزینه 1000 نسخه که تقریبا حدود در یک ماه 10000 افغانی میشه. دو بار چاپش، هر بار 5000 افغانی. همین جوانان با وجودی که محصلن، با وجودی که مشکلات مالی دارن، 10 نفر 15 نفر یک جا شدن، یک نفر 200 افغانی، یک 300 افغانی از خود تامین میکنن، جمع میکنن و نمیگذارن. که مسئولیت شما در چیست؟ ما در واقع کارا که دیگه دوستان میکنن، اما من حیث مدیر مسئول اسم من در اینجا نوشته است و بیشتر قضایای سرمقاله را دنبال میکنم و مطالب. تا حال از فعالیتاتون راضی هستین؟ الحمدلله با وجودی که ما انتظار نداشتیم این کار ضعیف ما قدر رشد بکنه، بسیار قابل توجه بوده و جای بسیار بزرگی توانسته باز بکنه. هدف دارین در آینده گسترشش بدین؟ 100%. ما در ماه ربیع الاول سال گذشته گفتیم بیایم خود را یک محک بزنیم. 20 شماره ما از دنیا جهان چاپ کردیم. خواستیم خود را محک بزنیم که یک صدایی بندازیم بالای مردم، چطور لبه گفته میشه یا نمیشه. درست. دوستان تصمیم گرفتن که به مناسبت ربیع الاول یک کتابی در رابطه با سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم منتشر بشه. خب. که حداقل زوایای مختلف اخلاقی و تربیتی و اجتماعی سیرت در او گنجانده شده باشه. درست. خب طبیعتاً ربیع الاول فرصت بسیار بزرگی است که توجه مردم به طرف سیرت است. درست. و متاسفانه در فضای افغانستان بسیار بدعت ها و چیزا هم اتفاق میفته. بله. ما خواستیم که به یک نحوی استفاده خوبی بشه از این مسئله. به همین خاطر در یک شماره بیانیه دادیم که ما میخوایم این کتاب چاپ بکنیم. اهل خیری که میخوان همکاری بکنن، سقفی که ما میخوایم چاپ بکنیم 10000 جلد است. درست. و هزینه چاپ هر جلدش هم 20 افغانی میشد. درست. و ایره مثلا 2 لک افغانی هزینه داشت. درست. ما ایره گفتیم که اهل خیر همکاری بکنن، هر کس هر چی توان داره، کسی میتونه برای یک جلد هزینه بکنه، یک جلد 20 افغانی، کسی که بیشتر کمتر در حد توان خودش. درست. با وجودی که فرصت ما خیلی کم بود، 10 روز بیشتر وقت نداشتیم برای پیگیری مسئله و ما افراد خیرین متوجه بکنیم، با خبر بکنیم، ما توانستیم 5000 جلد کتاب چاپ بکنیم. ماشاءالله. یعنی از اون نهایت 10000 جلدی که در نظر گرفته بودیم 50% ما موفق شدیم و این برای خود ما هم قابل باور نبود. و ایره ما میتونم بگیم که او خیرین بزرگ، تاجرین بزرگ همراه ما کمک نکردن. همین 5000 جلد هم به وسیله همین محصلین، همین جوانان، به وسیله همین ها جمع‌آوری شد. عجیب اینجاست، مثلا یک تاجر بزرگ میتونست کل هزینه رو باده بگیره، 2 لک افغانی بده ما چاپ بکنه. بله. اما نه، محصلی می آمد می گفت که این هفته مثلا از خرج خودم کم کردم، این 200 افغانی رو بگیرین، حداقل 10 جلد میشه چاپ بکنه. به این ترتیب ما توانستیم که مثلا 5000 جلد چاپ بکنیم و ان شاء الله تعالی در همین ربیع الاول جاری هم همین برنامه ادامه داره. یک رساله دیگر ما در نظر گرفتیم که مربوط به سنت های پیامبر صلی الله علیه و آله است که در زندگی اجتماعی ایران به همین طریق ما چاپ بکنیم. بسیار خوب. در آخر پیشنهادات شما برای ارتقای ظرفیت مدارس دینی یا برای حل مشکلاتشان چی است؟ نقطه وار مختصر. طبیعتا از ابتدای صحبت تا الان مشکلات و موانع و این مسائل مطرح شد. گفتیم در این زمینه. اما همونطور که اصحاب مدارس، اساتید بزرگوار و علمای کرام و تمام این مشکلات زحمت کشیدن و این سنگرها را در واقعیت حفظ کردن، بله، انتظار میره که بیشتر از این بزرگواری بکنن، ایثار بکنن، در جهت رشد ظرفیت های مدارس بیشتر کار بکنن. یعنی الان یکی از مباحثی که شما مطرح کردین که نقش مدارس مستقیما در جامعه افغانستان چی است، این رو ما تقاضا میکنیم از علما که در این زمینه بیشتر توجه بکنن. درست. یعنی در قسمت کارهای دعوی مدرسه بیشتر فعالیت بکنن. درست. وقت بدن. درست. و بیشتر تلاش بکنن که در جامعه، در میان مردم باشن برای اقشار مختلف. بله.
ما وقتی که میخوام برای یک جامعه کار بکنیم در روی جامعه اقشار مختلف زندگی میکنه. مدرسه ما باید برای اطفال برنامه داشته باشه، برای زنان برنامه داشته باشه، برای محصلین، برای افراد بی سواد، برای زنای خانه‌دار، برای تمام اقشار برنامه‌ریزی بکنن و در حد وسع خود پیش برن. این در قسمت وظیفه در قبال جامعه داشت. و همچنین در مورد مسائل داخلی مدرسه تلاش بکنن که به این چیزی که فعلا ما داریم، نصاب درسی یا نظام آموزشی که داریم، بی قناعت نکنن. در رشد ای هزینه بکنن. درست. مثلا کادرهای علمی که دارن اینا رو تلاش بکنن که به جامعه های بزرگی که در دنیا هست بفرستن و از تجربیات جدید دنیا استفاده بکنن و متدهای تدریسی که در دنیا وجود داره از اونها استفاده بکنن، یا منابع علمی که جدیداً تألیف و تصنیف شده تلاش بکنن که اینها رو جمع‌آوری بکنن، در نصاب بگنجانن و از این هم استفاده بکنن. درست. در قسمت تربیتی طلاب و همچنین در قسمت معیشتی هم تلاش بکنن که تا جایی که امکان پذیر است خود را به استانداردهای زندگی افغانستان حداقل برسانن. ما نمیگیم استانداردهای دنیا و بین المللی، حداقل در حد معیشتی که معمول در افغانستان است تلاش بکنن. الله بزرگ است، بالاخره میشه مشکلات حل کرد اگر فکری باشه. 100% کار خود به خود ایجاد میشه. سعی بکنن در قسمت نظافت مدارس، در قسمت خورد و خوراک، در قسمت پزشکی، در قسمت استراحت طلاب، در قسمت مثلا لباس و یونیفرم و این مسائل هم بیشتر دقت بکنن. ان شاء الله تعالی که ما امیدواریم که آینده بهتری خواهیم داشت و او جایگاه واقعی که امروز مورد بی‌مهری قرار گرفته، حتما مدارس او جایگاه واقعی خودش را به دست خواهد آورد. ان شاء الله. تشکر. سلامت باشید استاد عبدالناصر امینی عزیز، کارشناس ارشد علوم اسلامی که با ما بودید. تشکر میکنم از شما. جزاکم الله خیرا. تشکر از تمامی شما عزیزان بیننده که تا این لحظه با ما بودید. همه شما خوبان و عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه می‌سپاریم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله وبركاته. شبکه جهانی ندای حق. شما بینندگان عزیز می توانید شبکه جهانی ندای حق را بر روی فرکانس های زیر مشاهده نمایید. ماهواره هاتبرد، ماهواره یوتلسات 7، ماهواره نایلسات، شبکه جهانی ندای حق.